میگم این حالا این ما چندین سال پیش بود که شما دعوت کرده بودن دیدبان نشونیم بچه این اصلا کی میخواد فرهنگ انقلاب اسلامی معرفی کنه به غرب؟ الان شما فیلماتون به چند زبان داره آماده میشه که بشه تکثیر بشه و دیده بشه اینا، که در زمان مرتضی آوینا میگفتیم این کار روایت فت باید زیر نویس انگلیسی بشه و اون زمان میگفتیم باید یک زمان غرب میرسه به جایی که چیزی بلد نیست و یه چیزی نمیتونه، از یه چیزی باید سوال بکنه. کی میخواد این فرهنگ رو؟ یعنی با کتاب نمیشه، همش با کتاب نمیشه، بخشش با کتاب میشه. به زبان این سکانس نگاه میکردم، این زبان اون دوا چیز نیست، اون نوشتار سناریو نیست، یک حسه که داره منتقد میشه و همون آنیست که شما تو اون لحظات مثلا تو مرسات یا جای دیگه یه تجربه کردید دیگه، اون دیدین این تبدیل میشه، وقتی تبدیل میشه به اون آن سلولویدی همین میشه که تأثیر میذاره. یعنی هنوز هیچ کس اینو نمیتونه تکرار کنه، اون فکر نمی کنم امروز کسی بتونه اونجوری بسازه که در اون زمان شد. و یا اصلا اون تیپی که شما انتخاب کردین برای بازیگر، بازیگر نیست، مثلا یکی از همون بچه های رزمنده هست که همون تیپ و همون خاک رو صورتش هست و همون حالت رو هست. پس این اون زمان باید این کار میکردیم، اونو میساختیم. امروز باز ما نیاز داریم برای کار بزرگتر و اینکه اجازه بدن کارمون رو بکنیم. یه وقتی که کسی گفتیم این مجتهده، یه بار سرش وای نستید، مجتهده تو این کارش دیگه. تو کارهای دیگه خیلی جالب دخالت نمیکنه، به جراح نمیگن مثلا فلان، ولی تو این کار همه دوستان دخالت ها ای کاش که یک کمی تحقیقی بود. ببین من میگم دیگه، الان پارسال فیلم به رنگ ارغوان هم نزدیک عید دیگه اکران شد دیگه، چقدر من قصه خوردم که من افتخار نمی کنم فیلم من توی جمهوری اسلامی جز فیلم های توقیفی باشه. خوشحال نمیشم، من خوشحال نمیشم، دوست ندارم از این حرف بزنم بگم بله بنده هم جزو گنجینه های چیز هم این است که چند تا فیلم توقیفی دارم. که اصلا آخه من حرفی بود که باید میزدم، مال زمان خودش بود، حرفی بود که. و حالا تصورات چیه؟ یعنی انقدر این، حالا میگن نگاه کنید جشنواره همین پارسال بود دیگه، فیلم رفت و خب عزیزانی که داشتن جشنواره رو برگزار میکردن به عنوان یه نمونه خوب میگفتن ازش. خب این همین درباره آژانسه، این همین درباره کرخ تاراینه. من چند تا بهتون بگم، یکی که همه اینها اینجوری ساخته شده. یعنی من میدونم با تمام قوا مسئول مثلا مربوطه به نظامی اصرار داره به من وسیله نده، با تمام قوا جلو دست بالا منو بسته. بعد مثلا من فیلم رو رفتم حالا با بدترین وضعیت ساختم که حرفی رو بزنم، چیزی رو فکر کردم وقت گفتنش. وقتی که ساختم با یک سال فاصله، با 7-8 ماه فاصله، از دست مبارک همون آدم جایزه داشتم میگرفتم. بازم اعتماد نمیشه، بازم احتیاط میکنم، بازم اجازه اینکه راحت بتوان. بعد این چه اتفاقی میفته؟ من یه آدم هیستریکی بار میام، بعد من سنم داره بالا میره دیگه، چه بخوام چه نخوام یوشوش دیگه دارم دیگه احتیاط میکنم، نگاه میخوام به تو بکنم. قبلا خیلی بی پروا جلوت میشستم، با چشای دریده راحت نگات میکردم، حالا دیگه یه ذره اینجوری اون تیک میفته تو رفتارم، این تیک تو کارم هم میاد. و خب خسته، و این خستگی به نظر من این نسلی که الان که به نظر من تازه نفسه تو حوزه سینما یا اصلا خود مردم بچهای الان، خب من خیلی حرفای من بارها میشنم پای حرفای حسین به والله اصلا سحر میشم. آقا من چرا نباید متوسلیانه بتونم بسازم؟ متوسلیان قوله این، من چرا این آدم ها رو ما نمیگیم تو جامعه؟ اما من میدونم، من اینو تست کردم تو داخل دانشگاه ها نشستم، گفتم بذار من یه تیکه بهتون بگم، یه آدم اسمشم نمیبرم، میگم این موقعیت. سحر کردم بچه های کلاس رو، جلسه آمفی‌تئاتر که مثلا 1000 نفر نشستم، نه 400-500 نفر نشستم. خب من میفهمم این میتونه، این بهترین نمونه هایی هن که میتونه مال این مملکت باشه، چرا نمیگیم ازش؟ چرا تعارف میکنی؟ اینقدر تعارف تا این اندازه که حتی میرسونیم به این که آقا شهید شده، شهید نشده، کسی رفته دنبالش، کسی دنبالش نرفته. ببینید این بله. همون میزانسن بله. تو حوزه های فرهنگی دیپلمات سردار سرباز همه تو هر این همین به اصطلاح دوایر جای دیگه هم داره رخ میده بله. خب من برای بعد بتونم بگم الان داشتم میگفتم بودم حسین، آخه ما چند تاشو نمیشناسیم، یا حاجی مطلب دلچشمونه، یا حسن باقری دلچشمونه. دوست حسن باقری میگم والا همین که الان تازگی اگه حسن باقری گفتن توی این فیلم اشاره شد، ولی الان حسن باقری بیره شده، حسن باقری رو گفتن
من والله بعضی وقتا میگم هوس میکردم بودم حسین من بردارم گوشه دیوار بذارم، همینجوری که الان شما تو این شرایط گذاشتی بگم فقط لحظه شو بگو این حسن باقری در جلسه توجیه نقشه نشسته مقابل آدمای عمرای بزرگان جنگ داره توجیه نقشه میکنه که ما در چه وضعیتی هستیم. بنی صدر با اون همه لنگ لنگ به او احترام میذاره، نمیتونه نذاره، یعنی انقدر با متقن صحبت کنه، انقدر دقیق حرف میزنه که اونا لحظات است که من میگم میتونستیم بگیم نگفتیم. حالا برای چی نگفتیم؟ من برگردم میگن که خب برید بگید دیگه. نه اینجور نیست. من هنوز تحقیر یه سربازم دارم در پادگانا. من یه وقتی به یه جلسه که با مقام معظم رهبری بود گفتم، گفتم به ما عنوان بدید، قبه بدید. تصور من این نبود، من منظورم این نبود مقرری بدین. از دل این بحثم این نبود. خواستم بگم دم در پادگان جلو منو نگیرم، میخوام وارد بشم برای کاری که میخوام بکنم. منم مجازه به یه سری کارها باشن نسبت به گفتن این آدم ها. آخه این اصطلاح قرائت جنگ این بخشش مال ماست با آدمایی که حالا این، ولی خب من نمیخوام توی شب عید مثلا نباید نه شب عیدم برای این چیز